پیام تسلیت کتایون ریاهی برای درگذشت امیر فرشید رحیمیان، همسر اول و پدر تنها فرزندش. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون حاشیه در سینما خوش آمدید. امیر فرشید رحیمیان، موسیقیدان برجسته ایرانی، در 64 سالگی درگذشت. رحیمیان همسر سابق کتایون ریاهی و پدر تنها فرزند این بازیگر بود. ریاهی با انتشار یک استوری درگذشت همسر اولش را این مدلی تسلیت گفت: یگانه فرزندم پوریا. پرواز پدر هنرمند و فرهیخته‌ات استاد امیر فرشید رحیمیان را به تو و خانواده رحیمیان و جامعه موسیقی تسلیت می‌گویم. راهش پرنور و یادش گرامی باد. امیر فرشید رحیمیان متولد 27 آذر سال 1338 در تهران، در سال 1349 همزمان با کلاس پنجم ابتدایی وارد هنرستان عالی موسیقی شد. او در سن 12 سالگی موفق به اجرای کنسرتی در تالار هنرستان موسیقی شد و مورد تشویق و تحسین فراوانی از سوی استادان و علی رهبری رئیس وقت هنرستان قرار گرفت. وی که 13 سال داشت به موسیقی عالی سمفونیک هنرستان به رهبری علی رهبری راه یافت. فرشید رحیمیان فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1353 در سنین 15 سالگی و با نوازندگی در ارکستر شانس موزیکال آغاز کرد. زنده یاد فرشید رحیمیان، در سال 1355 به کنسرواتوار وین راه یافت. او همزمان با تحصیل در کلاس آهنگسازی و رهبری ارکستر توماس کریستیان داوید شرکت کرد. وی پس از پایان تحصیلات در سال 1360 به ایران بازگشت و با کتایون ریاهی، بازیگر سینما، ازدواج کرد که حاصل این ازدواج یک پسر به نام پوریا بود. او پس از بازگشت به ایران به عضویت ارکستر سمفونیک تهران درآمد. وی همچنین از سال 1362 همکاری خود را با شرکت صدا و سیما آغاز کرد و همزمان به عنوان آهنگساز با گروه کودک و نوجوان نیز همکاری داشت. این هنرمند تازه درگذشته در سال 1364 برای آهنگسازی فیلم از خرمشهر تا ابدیت جایزه موسیقی متن جشنواره جوان را به دست آورد. او همچنین در سال 1369 ارکستر فرهنگسرای بهمن را راه اندازی کرد و پس از آن اولین موسیقی پاپ از انقلاب 1357 را با 12 نوازنده و با خوانندگی مهرداد کاظمی تشکیل داد. نوازندگی در بسیاری از آثار موسیقی ایران، آهنگسازی قطعات متعدد برای صدا و سیما و فیلم‌ها و سریال‌ها، رهبری ارکستر، آموزش موسیقی و ترجمه کتاب 2 جلدی اطلس موسیقی از دیگر فعالیت‌های امیر فرشید رحیمیان در این سال‌ها بوده است. پسر کتایون ریاهی، آقا پوریا رحیمیان، حاصل ازدواج کتایون با فرشید رحیمیان است. پوریا متولد سال 1362 و 39 ساله است و گویا آهنگساز و موسیقیدان هم هستند. موسیقی اولویت اول زندگی پوریا رحیمیان است و در کتاب صوتی ماهی قرمز با مادرش کتایون ریاهی همکاری کرد و علاقه زیادی به حضور به همراه مادرش در مراسم مختلف دارد و بیشتر علاقه‌مند است که مادرش یک نویسنده باشد تا بازیگر. دوستان عزیز، نظر شما چیه؟ لطفاً نظرات خودتون رو در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. لایک هم یادتون نره. ممنون از نگاهتون.